با درود به ملت عزیز ایران، امیدوارم که هر جای دنیا هستین دلتون شاد باشه و لباتون خندون باشه. عزیزان خوش و سلامت باشید در هر جای دنیا که هستین. وقتی دیگر اومدیم خدمت شما عزیزان به کارگردانی آقای یاسر عزیزم، امیدوارم که در خانه های گرم خودتون ما رو پذیرا باشید، به چایاتون برا باشید، مثل ما یک چایی بگیریم بذارین اونجا که بتونین با این چایی عزیزان هم نفسی گرم بشه، هم بدنتون گرم بشه، هم بشینین کلام خداوند رو گوش بدین که کلام خداوند واقعا زندگی ما رو تبدیل میکنه، به شخصیتهای ما رو عوض میکنه، به واقعا آرامشی که میخوایم خداوند برای ما میاره. عزیزان بذار برنامه رو با دعای آغاز بکنم بیام خدمت شما عزیزان من. خداوند عزیزم شکرگزار و سپاسگزارم برای این وقتی که به من دادی ای قدوس، از تو میطلبم در نام پرجلال عیسی مسیح خداوند. برنامه من تحت کنترل و حمایت خودت قرار بده. هر چیزی از زبانم بیرون میاد ای قدوس نام تو رو جلال بده. خداوند قلبا رو آماده بکن وقتی کلامتو میشنون ای قدوس، به کلامت ایمان بیارن ای خداوند، به زندگی هاشون عوض بشه، به آرامش به زندگی هاشون بیار. ای پدر به نام پرجلال عیسی مسیح طلبیدم، آمین. خب عزیزان شمالی شما چطور این بره؟ برای خوران اول خوبه، همه چی خوبه، همه چی هم اگه خوب نبون ولی خوب با خانواده ایسین شمه خوش گذنه. برای جان ادم خانواده دوری از فامیل خانواده بیسه یه چیزی دیگره، ولی با هم جمع بیسه خیلی یه چیزی دیگره. به هر حال عزیزان گل من، امروز میخوام درسی شروع بکنم که ببینم واقعا طالب یک زندگی خوب میباشید یا نه. همه میگن بله ما طالب یک زندگی خوب میباشیم. اول پتروس باب 3 از آیه 8 براتون میخوام بخونم عزیزان من. بذار اول پتروس بیارم من، اینم اول پتروس 3 عزیزان من. یه شعرم سروده بودم اینجا، چند خط بود نوشته بودم ولی نیست میسی که اوکی. بذار شعر منم براتون بخونم عزیزان. گفتم ای مسیح نیازم به توست، گفتم ای مسیح امیدم به توست. از عمقای وجودم گفتم مسیح امیدم به توست، نیازم به توست. ای مسیح من، ای مسیح من، ای خداوندم، نیازم به توست، امیدم به توست. پروازم در زندگی از فیض توست، نیاز و امیدم از روی توست. ای مسیح من، ای مسیح من، ای خداوندم، نیازم به توست، امیدم به نگاه توست. به دستای پرمهر توست ای مسیح من، ای مسیح من، ای ناز من، ای امید من، ای امید من. پروازم از توست ای مسیح من، ای خداوندم شکرت گویم، شکرت خداوندم ای مسیح من. امیدوارم که خوشتون اومده باشه عزیزان من. میگین یعنی ندیم سر از ایرانیش صحبت نکنیم واقعا، ولی هر چی صحبت بکنی از ایران هی تکرار مکررات، هی تکرار تکرار تکرار. همه این ملت ایران میدونن که اینا دارن کاری انجام نمیدن برای ما. مسئولین هم تا میتونن دارن به مردم دروغ میگن، وعده های توخالی، دروغ های بیش از حد. مثلا از نظر اقتصادی خرابه، میگه ما با این باز در این اقتصاد هستیم، بهترین روزها رو داریم میگذرونیم تو اقتصاد. آقا وقتی شما تحریم اقتصادی هستین بهترین روزها رو میتونین بگذرونین؟ خب معلومه که شما یا مردم میخوان هی گول بزنن، فکر کنن خدا هم گول میزنن. همه اینا میگن اینقدر میدوزدن، اینقدر مردم میچاپن، بعدن ادعاشون هم خیلی باحاله، میگن ادعای خداپرستی هم میکنن، فکر میکنن که خدا هم
مثل انسانه که اینا هر چی دروغ بگن بدن برن خدا. مثل انسان مثلا میاد پشت سر یه دروغ و دروغ میگه جلوش میاد، علیکی میگه نه این آدم خیلی خوبیه بابا، این حرفا چیه؟ مثل فکر میکنن که خدا مثل انسانه، میتونن راحت خدا رو فریب بدن. 41 سال اومدن اینجا. اینا هرچم یه نفری گفته بود اوایل انقلاب که خمینی اومده بود، مرد خلبانه دستش گرفته بود آورد داشت می آورد، گفت ببینید اینام دارن میان، همون 57 گفت اینا دارن میان، مردم دنیا اسلام نشناختن و این روحانیون که خودشون روحانی میدونن، آخوندا خداپرست میدونن، میگه اینا میخوام پتشون بزنه، خداوند اینا رو آورد یک فرصتی به اینا داد که اینا حکومت بکنن. به اون موقع 57 میگو اینا 40 تا 45 سال حکومت میکنن، هیچ کسی ادعار نکرده بود ولی این مرد کارکشته این ادعار کرده بود، گفت یک فرصتی به اینا داد خداوند، هی میگفتن که اسلام عالیه فلانه، یه فرصت به اینا داد چون تو تالا فرصت نداشتن بیان حکومت بکنن تا مردم بفهمن که اسلام چیست و این آخوندا کیستن که واقعا برای ملت کار نمیکنن. در این 40 سال هم نشون دادن خودشونو. اون موقع میگفت اینا 40-45 سال زندگی میکنن چیز حکومت میکنن میرن، بس اینا زیاد دوامی ندارن. هیچ دیکتاتوری در دنیا دوام نداشت، هیچ کدوم. شما تاریخ بریم بخونین همه دیکتاتورها یه جوری وقتی پای اعدام اینا رو میبرن گریه و زاری دارن میکنن، من نکش رم بکن. شما تا دیروز در این همه رو میکشین، تا دقیقه که شما رو نگرفته بودن به کسی رم نمیکردین. چجوری میخواین الان که مردم پیروز شدن به شما رم بکنن؟ واقعا نمیترسین از اون روزی که ملت ایران پیروز بشن و ملت ایران یک پارچه بشن، همه بیان تو خیابون؟ شما کجا میخواین فرار بکنین؟ یک ذره در دل مردم شما جایی ندارین، یک در هزارم درصد شما جایی ندارین پیش ملت ایران. به این ملت باید چی جواب بدین؟ چی باید بگین وقتی شما رو گرفتن؟ چی باید بگین؟ 45 سال، 40 سال مردم دارن تعامل میکنن، 41 سال دارن تعامل میکنن مردم. شما باز سر قلدوری خودشون هستین، روی دروغاتون هستین و نمیخواین برای این ملت کار انجام بدین. اگه امروز شما سرانی که این همه دزدی کردین و یک پنی یک ریال با خودتون نمیتونین ببرین اون دنیا، به جسم ناقض شما محدود در این دنیا، نمیدونین تا چه وقت زنده هستین. اگه شما برگردین به سوی ملت ایران و این پولهای دزدیده شده رو بیارین به سفره‌های مردم و بیارین به اقتصاد ایران بریزین، باز مردم اینقدر شرافت دارن، اینقدر محبت دارن که شما رو ببخشن. باور بکنین شما اصلا این چیزها که دارم میگم میدونین واقعا؟ یک لحظه نشستین در یک گوشه فکر بکنین یا فقط نشستین اونجا قلدری بکنین و مردم رو به کشتار محکوم بکنین، بازور مردم رو بزنین؟ یک لحظه نشستین واقعا فکر بکنین؟ شما فکر میکنین که این زندگی چقدر ارزش داره که تو بتونید جان جوانا رو بگیری، مملکت خودت داغون بکنی، بین تمام همسایه نه آبرو داشته باشی نه بین تمام دنیا، بعدم بری از یک ایده جانی و تروریست دفاع بکنین؟ ملت به اون خوبی باسواد، ملتی که افتخار برای توی مسئول میاره، توی ایرانی میاره، اونی به همین راحتی با یه گلوله میکشی میره؟ میبینی تمام نخبه های شما رو در دنیا چجوری میگیرن؟
واقعا میبینین شما اینا رو؟ نخبه های شما رو تمام دنیا روی سرشون میذارن میبرن، چی در ریاضیات، چی در اقتصاد، چی در نمیدونم کارهای فنی. یه ایرانی که از بچگی اومد اینجا الان توی ناسا افتخار ایرانیه، تو ناسا اومد میخواد بره فضا، تو ناسا کار میکنه، که افتخارات دیگه هم داشتی مثل نادری، مثل بچه های دیگر. اینا افتخار نیستن برای ایران؟ اینا نخبه نیستن؟ اینا ما چی؟ ببین اگه اینا رو ما واقعا پشتشون باشیم، اینا رو تو ایران پرورش بدیم، میدونی ایران ما چی میشه؟ شما تا حالا تاریخ خوندین این روسیه چی گلی به سر ایران زد؟ چی گلی؟ واقعا یک دونه گلی که به ایران زد، شما بگید یک دونه خدمت به ایران، یک خدمت کوچک به ایران کرده باشه. همیشه وقتی روسیه به ایران چسبید، کیکه از ایران برد، ایران نابود کرد و الان هم داره میکنه. دریای خزر برد، تو خلیج فارس عمرن نمیتونست بیاد، الان اومد وارد شد. نمیدونم شما واقعا نمیترسین از این ملت؟ ولی بدونین که ملت یه پارچه شدن، فقط یه دونه تنظیم میخواد که اینا رو یه نفر تنظیم بکنه بیاره همه رو توی خیابون، همه جمع بیان تو خیابون. واقعا بترسین از اون روزی که ملت یک پارچه بیان تو خیابون، تا دیر نشده به سوی ملت برگردین. شاید بشینین اونجا این حرفای ما رو میشنوی خنده بکنین، ولی اون پشتش نمیبینی، واقعا اون پشتش نمیبینی. یک لحظه فقط فکر بکن که مردم ایران همه اومدن بیرون و شما هیچ جایی ندارین فرار بکنین. چی میکنن با شما؟ دیدین صدام اینا رو، قذافی اینا رو گرفتن، مردم چیکار کردن؟ حتی مرده خمینی رو تیکه پاره داشتن میکردن. شما بیگردین مثلا خمینی رو دارن میگیرن به خاطر که تقدس داره؟ نه خیر، از لج میخواستن تیکه پارش بکنن، چون دستشون نمیرسید. الان دستشون برسه مردم به شما، خدا رحم بکنه به شما واقعا. تا دیر نشده به سوی ملت برگردین، پولای دزدی رو بیارین زر سفره مردم و با این مردمی که اینقدر با شما را اومدن تا حالا، با این مردم خدمت بکنیم واقعا. خب عزیزان، بذار برم درس ما رو شروع بکنم، که بهترین چیز کلام خداونده که به ما درس میده که در زندگی حقیقتاً چجوری رفتار بکنیم و چجوری بتونیم که آرامش خدا رو در زندگی ما بیاریم، با مشکلات چجوری برخورد بکنیم. میگه رنج زحمت به خاطر نیکوکاری. میبینین خیلی آدم ها این همه نیکوکاری میکنن ولی در زحمتن، یا نمیدونم خدمت میکنن ولی میبینن که مردم به جایی که تشویق بکنن اونا رو تنبیه میکنن، یا اونا رو یه کاری میکنن که دیگه قدم بعدی خیر رو بر نداره. میگه این چند کلمه رو نیز خطاب به همه شما مینویسم، به مسیحیان، اونایی که مسیحی شدن، و به همه مردمی که میشنون. مانند اعضای یک خانواده نسبت به یک دیگر همدرد و مهربان و فروتن باشید و یک دیگر را از صمیم قلب دوست بدارید. میگه مثل یک خانواده، یک خانواده چجوری گرمن، همدیگر دوست دارن، با هم محبت میکنن، هرچی هم الان خیانت در ایران زیاد شده، ولی میگه همدیگر رو خدمت بکنین، فروتن باشین تا بتونین حقیقتا از این چای فلاکت، از این آشوبی که در ایران شده، از این بدبختی که شده، تا با هم اتحاد نداشته باشین، تا با همدیگر محبت نکنین، با همدیگر دست به دست ندین،
هیچ کاری جلو نمیره. و یک دیگر را از صمیم قلب دوست بدارید. ما ملت ایران تا واقعا این نفرت و کینه رو بیرون نندازیم و همدیگر رو دوست نداشته باشیم به جلو نمیتونیم بریم. واقعا به جلو نمیتونیم بریم. من باید امروز و هموطن خودم رو دوست داشته باشم. این بسیجی که میاد برای 2000 پول هم هموطن خودشی میزنه هم ایران خودشی میفروشه، این باعث واقعا خودش بشینه فکر بکنه که این زندگی چه ارزشی داره که من هموطن و همسایه خودم و نه دوست که ندارم هیچی، بلکه نفرت داشته باشم و بخاطر 2000 پول مزدوری که به من میدن اونا رو نابود بکنم. میگه اگر کسی به شما بدی کرد به او بدی نکنید و اگر کسی به شما دشنام داد به او دشنام ندهید. این شامل مردم عادی میشه، نه دولتمندانی که تمام ایران دارن میدوزدن و میخورن. و همین اول برنامه گفتم اگه به سوی ملت برگردین، همین ملت اینقدر محبت دارن که شما رو ببخشن. به شما دشنام داد به او دشنام ندهید، بلکه برای ایشان دعای خیر و برکت کنید، زیرا ما باید با دیگران مهربان باشیم، آنگاه خدا ما را برکت خواهد داد. اینه برای اونایی که مسیحیه داره میگه، ولی ما مردم عادی هم فرقی نمیکنه. ما وقتی یه نفر به ما بدی بگونه در عوض بدی جواب ندیم، اون آدم شرمنده میشه، اون آدم بر میگرده به سوی شما و با شما وقتی میبینه که محبت داریم بیش از حد و بدی رو با خوبی جواب میدین شرمنده شما میشه. اون آدم هم یاد میگیره که به مردم محبت بکنه. اگر طالب یک زندگی خوب و خوش میباشید، میگه واقعا اگر طالب یک زندگی خوب و خوش میباشید از سخنان بد و دروغ بپریزید. عزیزان امروز دروغ در ایران پر شده، از رأس و حکومت بگیر، از دولت مردان بگیرین تا مردم عادی، همه به هم میخوان دروغ بگن. ولی باور بکنین هیچ چیز جای راستگویی رو نمیگیره. با دروغ و کلک زندگی ما پیش نمیره. میگن میبینیم، میگن مثال میزنن، میگن دروغو کم حافظ است، زود خودش لو میده. میگی زیرا خداوند می باشه از سخنان بد و دروغ بپرزید، از بدی دوری کنید و به هم نیکی نمایید. ما امروز ایرانی ها حقیقتا محتاجیم که به هم دیگر دروغ نگیم، به هم دیگر نیکی بکنیم، به هم دیگر کمک بکنیم تا واقعا از این شرایط گرفتاری که 41 سال گربانگیر ما ملت ایران شده و ما ملت داره از پا در میاره بیایم بیرون. یه میوه آووکادو که اینجا ریخته مثلا دونه 50 سنت، یه دفعه 4 تا رو میدن 1 دلار، تو ایران میگه دونه 15000 تومانه. خب یه نفر اگه آووکادو میخواد بخوره کلسترول خودش پایین بیاره، بدبخت بایستی مثلا روزی نصف هم بخوره مای میشه 300000 تومان. خب سنگینه یک آووکادوی کوچیک، یا میوه‌های دیگر، یا احتیاجات دیگه، حبوبات و نمیدونم گوشت و شیر که اسید توشه. بکوشید تا با همه مردم در صلح و صفا زندگی کنین. اگه شما ایرانیان
با همسایگا، همشهریا، هموطنیا با هم در صلح و آرامش، در صلح و محبت زندگی نکنین، این دولت مردان همینجوری که دارن ببینی چی هر روز یک بلای سر تو میاد، اصلا ملت رو به حساب نمیارن، اصلا جوابگوی ملت نیستن. زنگنه میگه که آقا به ملت میگه که بگو مثلا چقدر نفت میفروشی، چقدر بودجه کسری داری، میگه که من یه مقدار میفروشیم، احتیاج نداره به ملت بگم، اصلا احتیاج نمیبینم که به ملتم بگم. شما 40 سال به ملت جواب ندادید، 40 سال شما به ملت هیچ چی نمیگین، ملت اصلا حساب نمیارین. زیرا خداوند نسبت به نیکوکاران نظر لطف دارد و به دعایشان گوش میدهد، اما از بدکاران روگردان است. میتونین چند سبایی بدی بکنین، ولی دست خدا با شما نیست، پشتیبانی خدا رو ندارین. اون خدای که حقیقیه یا عباس که همون آورامزدا میگفتین خدای حقیقی، نه خدای بت که الله نامیدن، بتخانه رو اسم خدا گذاشتن. حداقل ما ملت ایران بایستی امروز خدای حقیقی رو بشناسیم، با اون خدا رازی نیاز بکنیم، خدایی که خیلی ها شناختن تو ایران رازی نیاز میکنن، هر روز زنگ میزنن میگن که آقا ما مثلا دعا کردیم این کار شد اون کار شد. بس خدا جواب میده، خدا اگه حقیقی باشه جواب میده، ولی خدای دروغی، بتای دروغی جواب نمیدن. معمولا کسی به سبب نیکوکاری خود مورد آزار و اذیت قرار نمیگیرد که در جمهوری اسلامی میگیرند. اما حتی اگر شما مورد جور ستم واقع میشوید، خوشا به حال شما، زیرا خداوند به شما اجر خواهد داد. اگر میبینی یه همسایت، دولت که هیچ، دولت که بر همه ملت ایران داره ظلم میکنه، اگر میبینی یه همسایه، یه رفیقی نیکویی کردی براش، خوبی کردی، بدی جواب داد، کینه به دل نگیر، بدی اونو با خوبی جواب بدی، بذار اونم شرمنده شه، بفهمه. ما ببین، ما ایرانی ها بدی ما اینه که هزارون بدی داریم، این بدی ها رو به همدیگه نمیگیم، مثل آشغال زیر فرش جمع میکنیم تا گندش در بیاد. حاضر نیستیم بدی های هم دیگر بگیم، با حاضر نیستیم بشنویم، گوش بدیم. ببین اگه ما ببین بدی های هم دیگر نگیم، ببین یک عمر ایرانی ها همینجوری دارن با هم دیگر دروغ میگن، کلک میزنن. اگه بدی های هم دیگر بگیم، راست نیکوکار باشیم، راستگو باشیم، اعمال و رفتار ما خوب باشه، فرزندان ما یاد میگیرن که از این به بعد این نسل جدید بیزار مثل ما نباشن. حداقل به خاطر 2000 پول همش میخوایم هم دیگر رو تیک پاره بکنیم، همش میخوایم حق هم دیگر رو بخوریم. یک کارگری که زحمت میکشه برای یک سابکار، به انتظار فقط اون پول مزد داره، انتظار دیگه نداره، ولی تو بیای مزدشم بدزدی، از پولشم بدزدی، دلش چرکی میشه. امکان داره بهت هیچی نگه، تو رو واگذار میکنه به خداوند، ولی تو تویی که میزنی چی میخوای بکنی؟ نه واقعا این پول چی میخوای بکنی؟ یه 2000 هم از اون زدی، 5000 هم از این زدی، 1 دلار هم از اون زدی، چی میخوای بکنی؟ حق دیگران خوردن اینه بدون که یک جات خاص پس میدی. حق مردم میخورین، بعدن ادعای خداپرستی هم میکنین، میخواین که خدا شما رو ببخشه، جلوی همه مردم ظاهری خداپرستی میکنین، ولی در پشت حق کارگر تو، حق کسی دیگری میخورین. تو چجوری خداپرستی بدن حق کسی دیگری میخوای بخوری؟ بس دیگه ادعام نکن که من خداپرستم، من حق کسی دیگری نمیخورم. به هر حال
ما ملت باید با همدیگر مهربان باشیم، با همدیگر دوست باشیم، همدیگر دوست داشته باشیم عزیزان. بس دیگه، ما وقتی با هم جداییم اینا دولت مردان بر سر ما میتازن و نابودمان دارن میکنن. ما باید همدیگر رو داشته باشیم، ملت باید دست به دست هم بده تا بتونه پیروزی رو در زندگیش ببینه. میگه بلکه خاطری آسوده خود را به خداوندتان مسیح بسپارین، و اگر کسی علت این اعتماد و ایمان را جویا شد، حاضر باشید تا با کمال ادب و احترام به او توضیح دادید. به اون مسیحیانی میگه که مسیحی شدن، میگه اگه یه نفر بدی دیدین و شما خوبی کردین، اگه یه نفر میپرسه آقا تو چرا بر عوض بدی نکردی، به اونی چی نگفتی ولی بهش خوبی کردی، یا دوست داری اونا رو، یا نمیدونم کمک میکنی، میگه اینه با ادب و احترام به مردم بگین که عیسی مسیح برای شما چی کرده، خدا برای شما چی کرده، شما رای خدا رو داریم میرین، نمیخواین دل کسی رو در میارین. با ادب و احترام میگه به اونام بگین، بیزا اونام بفهمن که شما به خاطر چی بدی نمیکنید. یاسر جان بریم یه سرود گوش بدیم. تخت پادشاه عاشقانه شبم نزدیک و را من ستایم، پرستش را نباشد انتهایی، وجودم غرق در مت خدایم. نه امروز و نه فردا ترس من نیست، زمانها را از آن او بدانم، نباشد دشمنی در پیش رویم، که با عیسی برو چیره نباشد. تو را در دل درون فکر به آوازی ستایم من، سرود خانان لبانم زک به سوی تو شتابم من. تو را در دل درون فکر به آوازی ستایم من، سرود خانان لبانم زک به سوی تو شتابم من. شبم نزدیک و را من ستایم، پرستش را نباشد انتهایی، وجودم غرق در مت خدایم. نه امروز و نه فردا ترس من نیست، زمانها را از آن او بدانم، نباشد دشمنی در پیش رویم، که با عیسی برو چیره نباشم. خدای من پناه من، تو همراهی به راه من، مرا داری در آغوشت، تو بخشیدی گناه من. خدای من پناه من، تو همراهی به راه من، مرا داری در آغوشت، تو بخشیدی گناه من. خدای من پناه من، تو همراهی به راه من، مرا داری در آغوشت، تو بخشیدی گناه من. خدای من پناه من، تو همراهی به راه من، مرا داری در آغوشت، تو بخشیدی گناه من.
ملت عزیز ایران. امیدوارم که هر جای دنیا هستین عزیزان دلتون شاد باشه، هر جای دنیا هستین واقعا زندگی به کامتون باشه. واقعا دوست دارم یک روزی ببینم که ایران من آزاد شده، یک دولتی داره که به مردمش خدمت میکنه مثل دولتهای دیگر. البته دولت همه نمیدونم کامل نیستم، به قول اینجای پرفکت نیستم، ولی بالاخره خدمت 90% خدمت میکنن، 10% شاید میدوزدن یا 15% میدوزدن یا کاری چی، ولی 90% 85% به ملتشون خدمت میکنن، به کشورشون خدمت میکنن. ما امروز تمام صحبتهای ما اینه که دولت مردای ایران اگر این همه 40 سال 41 سال دزدیدن، اگه واقعا به سوی ملت ما بیان، ملت ما اینقدر با محبتن، اینقدر دلشون رعوفه که باز اینا رو میبخشن، ولی بایستی پولهاشون رو بیارن برای ملت خرج بکنن، برای مملکتشون خرج بکنن، تا واقعا بتونن این ملت رو به این مملکت رو به پیش ببرن، نه اینکه باز سر حرف دروغشون باشن، به ملت دروغ بگن، به ملت هیچ حسابی پس ندن، اصلا ملت رو جز به حساب نیارن، اینجوری نمیشه. و ما ملت ایران باید امروز همدیگر دوست داشته باشیم، ما ملت ایران بایستی پشتیبان همدیگر باشیم، باید فروتنانه همدیگر رو کمک بکنیم، فروتنانه دست همدیگر بگیریم، تا واقعا درس امروز من این طالب یک زندگی خوب میباشید یا نه. اگه طالب یک زندگی خوب میباشید، همین چیزایی که الان من گفتم و کلام داره میگه، اگه اجرا بکنیم زندگی همه ما در آرامش پیش میره. از اول پتروس داشتم میخوندم، از باب 3 از آیات 8 شروع کردم که رنج زحمت و نیکوکاری یا طالب یک زندگی خوب، تا 15 رو خوندم. بذار اینو سری براتون تا 15 بخونم، دیگه شعر نمیدم براتون. میگه این چند کلمه را نیز خطاب به همه شما می نویسم، مانند اعضای یک خانواده نسبت به یکدیگر همدرد و مهربان و فروتن باشید و یکدیگر را از صمیم قلب دوست بدارید. اگر کسی به شما بدی کرد به او بدی نکنید، اگر کسی به شما دشنام داد به او دشنام ندهید، بلکه برای ایشان دعای خیر و برکت کنید، زیرا ما باید با دیگران مهربان باشیم، آنگاه خدا ما را برکت خواهد داد. اگر طالب یک زندگی خوب و خوش می باشید، از سخنان بد و دروغ پرهیز کنید، از بدی دوری کنید و به هم نیکی نمایید، بکوشید تا با همه مردم در صلح صفا زندگی کنید، زیرا خداوند نسبت به نیکوکاران نظر لطف دارد و به دعای ایشان گوش می دهد، اما از بدکاران روگردان است. معمولا کسی به سبب نیکوکاری خود مورد آزار و اذیت قرار نمی گیرد، اما حتی اگر شما مورد جور و ستم واقع می شوید، خوشا با حال شما، زیرا خداوند به شما اجر خواهد داد. پس نگران نباشید، بلکه با خاطر آسوده خود را به خداوند تا مسیح بسپارید، و اگر کسی علت این اعتماد و ایمان را جویا شد، حاضر باشید با تا با کمال ادب و احترام به او توضیح دهید. و آیه 16 میگه بدون توجه به توهین و بدگویی مردم، آنچی را که راست و درست است انجام دهید. یه نفر نترسم از این که اون به من بد میگه، نمیدونم فوش میده، یا الان عصبانی میشه. راستگویی رو پیشه کنیم عزیزان، راستگو باشیم. توی تلفنم داشتم که اون موقع سران هخامنشی، اون موقع سران اینا کوروش اینا میگفتن که راستگویی، میگفتن خداوندا ملت من از ریا و دروغ دور نگه دار. بهترین دعا در مقابل خداوند همینه، ملت من از ریا و دروغ خداوندا دور نگه دار. هیچی بهتر از راستگویی نیست، چون دروغگو میگن کم حافظه است، وقتی دروغ میگی
میخوای بار دیگه حرف بزنی باز یه دروغ دیگه میگی، اوکیرم خراب میکنی همه. ولی اگر راستگو باشی، چند کلمه راستی که میگی همش همو حرف راستی میزنی. آیا میخوان قبول بکنن میخوان نکنن؟ عیسی مسیح میگه بله شما بله باشه، نه شما نه. چی احتیاجی دارم وقتی من دارم راست میگم، ای بگم به فلان به فلان به فلان همه قسم آیه بخورم که چی یه نفر قبول بکنه؟ وقتی من میدونم که دارم راست میگم، اونایی که میخوان دروغ خودشون ثابت بکنن هزارون قسم میخورن. اگه تو راستگو باشی احتیاجی نداره که قسم بخوری به این و اون و به جونت، به آسمان و زمین و به همه کائنات قسم بخوری. زیرا وقتی به درستکاری شما پی بردن، مردم میگه وقتی فهمیدن که شما دروغگو نیستین، درستکار هستین، ای دولت مردان، وقتی ملت فهمید که شما دروغگو نیستین، درستکارین و به سوی ملت آمدین و این پولاهی دزدی را آوردین به سفره مردم و به ملت مملکت خودتون خدمت کردین، آن موقع میگه پی بردن از کار خود شرمنده خواهند شد. میگن بله شما کارهای خوب میکنیم، ما شرمنده ایم که شما رو به دروغگویی محکوم کردیم. ولی شما اینقدر کارنامتون سیاست، ولی فکر نمیکنم با این چیزا پاک بشه. چون برای اینکه شما یک کلمه راست از درون شما صادر نمیشه. صبح تا شب اون روحانی رو دیدی فقط دروغ میگه، ظریف فقط دروغ. دنیا فهمیدن که این روحانی و با ظریف چقدر دروغ میگن. دنیا فهمیدن. دروغگوی های اینا رو میذارن، بعضی موقع تیکه از دروغشون رو میذارن، بعدن چیزهای دیگر میذارن، اینا رو میشناسن که اینا همه دارن دروغ میگن به ملت و به دنیا. اگر خواست خدا این است که زحمت ببینید، بهتر از برای نیکوکاری رنج و زحمت بکشید تا برای بدکاری. اگر قرار من رنج ببینم، هموطنم با من آزرده خاطر بشه، بذار من راستگویی و درستکاری رو انجام بدم تا اون هموطنم بالاخره میفهمه که آقا من راستگو و درستکار بودم، کار غلطی نکردم، کار اشتباهی نکردم. میگه مسیح نیز زحمت دید. عیسی مسیح اومد 3 سال تعلیم داد و تمام این کور و کچل و دیگه نمیدونم شل و مرده رو زنده کرد، این همه خدمت کرد، به عیسی مسیح رحم نکردن اینا. عیسی مسیح که دوباره میاد ما رو داوری بکنه به اون رحم نکردن. عیسی مسیح که مقام خداوندی داشت ولی از مقامش استفاده نکرد و مثل یک آدم انسان عادی، مثل یک برده آمد که به مردم خدمت بکنه، به اون رحم نکردن. آخرم عیسی مسیح رو محکوم به صلیب کردن، ولی نمیدونستن که عیسی مسیح خداوند، روی خدا درشه، بعد از 3 روز قیام میکنه و عیسی مسیح زنده است. شما نمیتونین روی خداوند رو در غب بذارین، که روی خداوند همه جا هست، همه جا کار میکنه. ولی آمده بود انسان شد، زحمت کشید تا توی انسان نگی که خداوند تو از درد من ناآگاهی. بلکه آمد اینجا خوبی کرد، تعلیم داد، کار درست کرد، به مردم خدمت کرد و دیدی که به مردم خدمت کرد، مردم بهش بدی جواب دادن، دادن دست رومیا که به صلیب بکشن. او خود از هر گناهی مبرا بود، اما یک بار جان خود را در راه ما گناهکاران فدا کرد تا ما را به حضور خدا بیاورد. برای ما قربانی شد تا ما بتونیم که راحت به حضور خداوند بریم، به حضور خدای پدر بریم، با پاک کردن خونش، با پاک کردن گناهای ما، که مبرا از هر گناه باشیم. فقط ایمان میخواد به خون عیسی مسیح. هزاران بار گفتم، یک بار دیگه الان میگم، وقتی من
خوابیده بودم، شب دعا میکردم قبل از خواب که خدایا گناهایی که کردم بخشیده شدم یا نه. خواب دیدم که در آسمانم، در روز داوری جلوی این خداوند ایستادم. نوبت رسید به من، یک کاغذ 50 سانتی در شاید 50 متر، دیدم همه گناهای منه. خیلی هم فکر می‌کنن گناهی نکردن، یک حرف دروغ، یه حرکت کوچیک، همه گناهاتون نوشته میشه. بعد من به سوی این خدایی که پر از نور بود، هیچ چیزی نمیدیدم، فقط نور میدیدم من در اون تخت پادشاهیش، دستش آمد بیرون، گیلاس همین لیوان سفید خون عیسی مسیح رو ریخت روی گناهان من، گفت به خون عیسی مسیح بخشیده شدی، یعنی از اون بعد دیگه رای تو عوض بکن. منم از اون به بعد دیگه رام عوض شد. الان اینجا خدمتکار خداوندم، خدمت به خداوند میکنم، خادم خداوندم و کلام خدا رو به شما عزیزان میرسونم که شما مثل من از گناه مبرا باشین، به عیسی مسیح ایمان بیارین که خون عیسی مسیح گناهای شما رو پاک کنه. وقتی خون عیسی مسیح گناه شما رو پاک کرد، وقتی کلام خداوند خوندین، اون موقع متوجه میشین که من این همه دارم اینجا میگم چی دارم میگم، اینقدر کلام خدا رو براتون میخونم، اینقدر حرف میزنم به خاطر چیست. خودتون متوجه میشین این همه حرفا رو برای کسی دیگه میزنین، چون چشیدین اون محبت خداوند، چشیدین و از گناه مبرا شدین و ایمان دارین که خون عیسی مسیح گناهای شما رو بخشیده. مسیحیت دین نیست عزیزان، رای خداست، شناخت خدای حقیقی و رای آزادی و رای پاک کردن گناهان، مبرا بودن از هر گناهی. فقط ایمان میخواد که به خون عیسی مسیح ایمان داشته باشی که گناهای تو رو پاک میکنه. و از این خداوند زنده مسیح موعود بخواین، دعا بکنین به نامش، از خدای پدر در نام عیسی مسیح دعا بکنین. اگر نتیجه ندیدیم بعدن، خداوند در نام خدای پدر در نام عیسی مسیح به شما جواب میده. ولی اینقدر فیض خدا زیاده، اینقدر فیض و محبتش بی نهایته که شما همونجوری هم دعا میکنین، خدا به دعای شما دلش میسوزه، اجابت میکنه. چون شما همه ما اگه قبول بکنیم به خون عیسی مسیح، همه ما فرزندان خداییم. به یک پدر مادر از فرزندانش امکان داره از حرکات و از رفتار، از افکار بدش ناراضی باشه، ولی از خود اون آدم، اون انسان که فرزندشه ناراضی نیست، دوستش داره. ولی از کارهای بد ما خدا بدمون میاد. اگه تنبیه میکنه به خاطر حرکات بد، کارهای بد ماست که تنبیه میشیم. خودمون قبول میکنیم که در رای کج بیستیم. زمانی که بدن مسیح در قبر گذاشته شد، روی او زنده ماند و این رو روی او بود که نزد ارواح محبوس رفت و پیروزی خود را به آنان بشارت داد. چون روی خدا بود، جسمشو صلیب کشیدن، رو روی خدا بود. وقتی در اون 3 روزی که قبل از اینکه جسم خودشم به تبدیل به جسم آسمانی بکنه، اون 3 روز میگی رفته پیش همین مردگانی که تا قبل از مسیح مردن، به اینا بشارت بده که من آمدم و برای گناهان شما مردم، اگه به من ایمان بیارین شما بخشیده میشین، شمایی که قبل از من مردین. ولی اونا میگفتن اگر تو مسیح هستی، بیم مردم، انسان ها همیشه همین جوری هن. میگه که اگه تو مسیح هستی چه اینجا چیکار میکنی؟ میگه بابا من اومدم به شما بشارت بدم، به شما این بگم که خونم گناهان شما رو پاک کرده و از گناه مبرا شدین. اگه ایمان بیارین الان، شما که من اینجا به شما دارم میگم ایمان بیارین، شما به بهشت میایین.
ایده زیادی یا قبول کردن یا نکردن، بالاخره خیلی هم باور بکن قبول نکن. همه الان چجوری قبول نمیکنن؟ میگه اینا همه افسانه و داستانه. یعنی به روی کسانی که در قدیم در زمان نوح از خدا نافرمانی کرده بودن، گرچه خدا وقتی نوح مشغول ساختن کشتی بود صبورانه منتظر توبه ایشان بود. 100 سال طول کشید تا اون کشتی درست بشه. در این 100 سال نوح به هر کی میگفت قبول نمیکردن. به هر کی میگفت بابا توبه کنین، دنیا داره، خداوند میخواد زمین با آب پر بکنه و نابود بکنه، همه شما میمیرین، میگفت بابا تو چی میگی آقا، یک دونه کشتی داری، تو یک دونه جایی میسازی که نه رودخونه است نه دریاست، کشتی به یه عظیمی میسازی که چی بشه؟ 100 سال طول کشید باز توبه نکردم. وقتی باران اومد، سیل، آب از زمین و زمان آمد پر شد، اون موقع فهمیدم بسوی کشتی دیگه، اون موقع دیر شده بود، کشتی درش بسته شد. نباشه امروزم عزیزان من دیر شده باشه، ما نمیدونیم 1 ساعت دیگه 10 دقیقه دیگه زنده هستیم یا نه. پس به عیسی مسیح ایمان بیاریم که تا این خداوند گناهای ما رو ببخشه و به ما رحم بشه که ما بتونیم به بهشت خدا وارد شیم. و این حرفم بذارین کنار، این جوکارم بذارین کنار، اونجا میریم تو جهنم گرمه، تو جهنم خواننده ها هست، هنر پیش ها هست. عزیزان خدا اون روز نیاره که شما طرف جهنم برین. جهنم هر چی هست من نمیدونم چی هست و توصیف نمیتونم بکنم برای شما، جای خوبی نیست. با این حال فقط 8 نفر از آن طوفان وحشتناک نجات پیدا کردن. نو خانواده نو بود و غرق نشدن. اکنون این طوفان غسل تعمید را در نظر ما مجسم می کند. اون زمان نو همه در آب مردن، ولی ما امروز غسل تعمید می گیریم، در آب فرو می ریم، به تمام گناه های ما شسته می شه، زنده می آیم بیرون به نام عیسی مسیح. سمبولیکه که زمان نو همه در اون طوفان نو زیر آب مردن، ما اینجا هم سمبولیک میریم زیر آب، غسل تعمید میگیریم، به گناه های ما پاک میشیم، میایم بالا. وقتی تعمید میگیریم نشان میدهیم که به وسیله زنده شدن مسیح از مرگ و هلاکت نجات یافته ایم. چون مسیح زنده است ما هم با اون زنده ایم. اگه جسم ما بمیره روی ما با مسیح زنده است و با مسیح زندگی میکنه. در دنیایی که شما اگه سرچ بکنین 10 میلیون نفر فقط تو امریکا مردن رفتن اون دنیا، بعد از 3 روز، بعد از 1 روز، بعد از 24 ساعت، بعد از 10 ساعت، 5 ساعت، 2 ساعت، نیم ساعت رفتن اون دنیا رو دیدن. خداوند گفت الان برین هم بگیم به مردم، هم هنوز زندگی خود درست بکن. هدف از غسل تعمید نظافت و شستشوی بدن نیست عزیزان، بلکه با تعمید یافتن در واقع به سوی خدا باز میگردیم و از او میخواییم که دلهای من را از گناه پاک سازد. اکنون مسیح در آسمان است و در مقامی رفیع در دست راست خدا نشسته است و تمام فرشتگان و قدرت‌های آسمان در برابر او تعظیم می‌کنند و تحت فرمان او می‌باشند. امروز تو عزیز ایرانی که این کلام می‌شنوی و عزیزی که مسلمان هستی و عیسی مسیح رو پیامبر خودت میدونی، ولی باز به اسم این پیامبر دعا نمی کنی، باز اگه یه نفر مسیح شدن میگی که تو کافر شدی. اگه مسیح پیامبر اولوالعزم تو هست دیگه، بس یه نفر به مسیح ایمان میاره کافر نمیشه،
بلکه نجات پیدا میکنه. آنچه که تعلیمات عیسی مسیح به ما میده که ما رو با خدا آشتی میده، گناه های ما رو پاک میکنه، رای خدا رو ما نشون میده و از رای که ما رو به جهنم میبره نجات میده. و این باعث میشه که ما همین تعلیمات به گوش کسی دیگر برسونیم، چون ما چشیدیم اینو. همین تعلیمات عزیزان بشنون و به عیسی مسیح ایمان بیارن تا زندگی هاشون عوض بشه و شخصیت هاشون عوض بشه. شما از اونهایی بپرسین که به عیسی مسیح ایمان آوردن، به زندگیشون عوض شده. به نام عیسی مسیح دعا میکنن و دریافت میکنن. عیسی مسیح میگه بخواهی تا به شما داده شود. میگه در بزنید، در به روی شما باز شود با ایمان. وقتی بخصوص به عیسی مسیح ایمان میارین عزیزان، ایمان داشته باشین که روی خداوند، روح القدس رو به شما میدم، روح القدس در وجود شما ساکنه. اگه کار عوضی بکنین روح القدس محزون میشه و ناراحت میشه. اگه هر کاری میخواییم بکنین، چون قدرت خدا در شماست میتونین انجام بدین. عیسی مسیح اون موقع میگفت اگر به این کوه با ایمان بگین که از جای خودش کندشه به دریا افتادشه، باید فرمان شما رو اجرا بکنه. امروز تو میگی من کوه مشکلات دارم، باشه اون کوه مشکلاتم میتونی بگی به نام عیسی مسیح فرمان بدی که از این مشکلات از تو دور بشه. امروز ایران ما به دعای ما مسیحیان محتاجه، به این کلام محتاجه که مردم ایران این کلام بشنون تا زندگی هاشون که اینقدر آشفته است. به واقعا وقتی میری درون اینا میبینی همه چیز ظاهره، باطن یه چیز دیگه است. آدم از ته دل ناراحت میشه. امروز شما عزیزان که میخواییم به عیسی مسیح ایمان بیارین، این دعاره که الان میگم بکنین. بگین عیسی مسیح، من گناهکارم و میدونم که گناه کردم و ایمان دارم که تو روی صلیب رفتی، به خاطر گناهای من خون خود را ریختی تا گناهای من پاک شود. امروز خداوندا به زندگی من وارد شو تا پادشاهی تو در زندگیم ثابت بشه خداوندا، و اون آرامش الهی رو به زندگیم بیار تا من بتونم با تو زندگی شادی داشته باشم. تو رو امروز خداوند خود میدانم، به ایمان دارم به تو عیسی مسیح. تو خدا و خداوند منی و منجی من هستی. به نام پدر، پسر و روح القدس، آمین. عزیزان من، شما رو به خدا میسپرم تا هفته دیگر. بدرود. یادتون نره عزیزان که به این تلویزیون کمک کنید که ما برنامه‌های بیشتر، جالبتر و بهتری برای شما ارائه بدیم و واقعا آن چیزی که شایسته ایرانی است از این تلویزیون پخش بشه، از کلام خدا، از شو تلویزیونی، از فیلم سینمایی، از مستند علمی، پزشکی، نمیدونم روانشناسی، همه چیز برای شما پخش بشه تا واقعا مورد استفاده مفید شما باشه. شما رو به خدا میسپرم تا هفته دیگر. بدرود. تا درود دیگر. مرسی که با ما گوش دادید.